بچه سلام 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 خوبی؟ سلام بر شما سلام عصر بخیر متشکرم منم خوبم لطف دارید ممنون مرسی متشکرم سلام به همه خب آره دیگه راست میگه دیگه میگه آقا چرا میگه عصر بخیر دیگه شب شد شب بخیر بچه ها کاربارا رو کردین دیگه ایشالله بله کارا رو انجام میدید مو به مو هر کی انجام نده بعدن حسرت میخوره ها خب خیلی خوبه هر کی انجام نده بعدن حسرت میخوره ها ببین کی بهت گفتم جان بسیار کارا رو دیگه ببینید دیگه کاملا با سیستم کار آشنا شدید دیگه ما یه جزوه کلاسی داریم همین مجموعه که به قول معروف بسیار بسیار مجموعه کامل و دقیق و همه چیش کامله 100% همه چیو پوشش میده اینا رو حتما تمرینات دوره‌ایش رو حل کنید بعدم از کتاب پرگار که اصلا همه رو حل کنید دیگه بی نظیر واقعا یعنی حالا خودم درستش کردم آدم خیلی شاید جالب نباشدم از کار خودش تعریف کنه ولی واقعا خودم خیلی دوستش دارم خیلی دقیقه خیلی کامله همه چیو داره تمام کنکورا رو داره شما الان تو درس‌های مختلف کتابای تست مختلف دارید تا حالا خدایش خودتون دیدید یه کتابی اینقدر سوالات کنکور رو کامل دقیق و کنار هم داشته باشه خداییش انصافا اصلا دیدید به منم معرفی کنید بیشتر فکر کنید رو خب بیشتر فکر کنید ها واقعا به درد کسی میخوره که بقیهش رو خیلی خوب میزنه و الان نه واقعا یعنی مثلا اگه یکی تواناییش توی قسمت های غیر از بیشتر فکر کنید هلوشه مثلا 50-60 به پایینه بیشتر فکر کنید ها به دردش نمیخوره بیشتر فکر کنید برای کسی که مثلا به 70 رسیده حالا همینجوری دارم میگم عدد ها یه خوردم دیگه سلیقه خود آدمه میخواد یه ذره دوچار چالش بیشتر بشه همین بله کتاب درسنامه پرگار هنوز آماده نیست ولی خب شما داریدش دیگه همینه همینه به تدریج داره کامل میشه بسیار کار سختیه خب بریم ادامه بدیم یه 3-4 سوال از برد مونده بود من اینا رو جواب بدم بعدم نیست یه مروری هم میکنیم 4 مسئله برد حل میکنیم بعد میریم توی سوال اول کوسینوس دو رو می نویسیم 1 - sin2 خب بعد میایم سینوس ایکس رو تی میگیریم پس تابمون میشه -t2 علاوه تی علاوه 1 این پایینش هم می نویسم آنچه که سینوس گرفتیم بین 1 و -1 این یه سهمی رو به پایینه که رأسش -b/2a یعنی تی مساوی 1/2 تی و 1/2 بذاریم ایگرگ میشه 5/4 تی رو منهای 1 بذاریم ایگرگ میشه چند؟ میشه منهای 1 بذاریم میشه -1
تی رو یک بذاریم ایگرگمون میشه یک. و بازمون از اینجا تا اینجا بردمون میشه از منفی یک تا پنج چار. این خدمت شما جانم. صدا یه جوری شد. بچه های چند نفر صدا مشکلی داره؟ والا نمیدونم، بعضی ها میگن مشکل داره، بعضی ها میگن اوکیه. من که نفهمیدم خیلی. اوکیه الان؟ خب باش، میگن الان درسته. من نمیدونم دیگه، حالا من به بچه های فنیمون هم میگم یه چک بکنن خودشون. عرض به حضور شما که اینم از اینایی که ایگرگ میگرفتیم. طرف این وسط این کنی بعد این دوتا جمله رو از یه ایکس دو فاکتور بگیریم میشه ایگرگ منهای دو در ایکس دو. بعد این دوتا جمله رو از یه ایکس فاکتور بگیریم میشه منهای پرانتز ایگرگ به علاوه یک در ایکس. بقیه رو هم بیاریم یه طرف، به علاوه ایگرگ به علاوه یک مساوی صفر. برای اینکه این معادله جواب بده باید دلتامون بزرگتر مساوی صفر باشه. دلتامون میشه ایگرگ به علاوه یک به توان دو منهای چار تا ایگرگ به علاوه یک در ایگرگ منهای دو. بین اینا از یه ایگرگ به علاوه یک فاکتور بگیرید، از اولی یه ایگرگ به علاوه یک میمونه، از دومی منهای چار تا ایگرگ منهای دو میمونه. که اینم داخل پرانتزش رو ساده کنی میشه منهای سه ایگرگ به اضافه نو. خب این سهمیه رو به پایینه، جواب مثبتش میشه بین دو ریشه. ریشه هاشم منهای یک و سه، پس میشه ایگرگ بین منهای یک و سه. یعنی برد تابمون میشه بازه منهای یک تا سه. خب اینم از این. مشکلی نیست بچه ها جان. مشکل نیست. آخرشو که نمیفهم منظور چیه. ببین تابه رو مساوی ایگرگ گرفتیم، طرف این وسط این کردیم، بعد که همه رو میاریم یه طرف، مثلا از اینه که ایکس دو داره فاکتور میگیریم، اونایی که ایکس داره فاکتور میگیریم، مرتب بنویسیم، بعدم دلتا رو بزرگتر مساوی صفر میذاریم. باقیش هم یه فاکتورگیری و یه حل نامعادله بود. خیلی کار پیچیده و عجیبی نکردیم. اگه تو آدم سختگیری هستی در ریاضیات، اگه میخوای خیلی آدم دقیقی باشی، باید ببخشید یه لحظه. بچه ها، بچه های فنیمون دارن کنترل میکنن. الان صدای من خوبه؟ من الان یه بار دیگه ماجرا رو توضیح میدم، هم گوش کنید هم همه نظر بدید راجع به صدا. ببینید تا بر مساوی ایگرگ گرفتیم، بعد طرف این وسط این کردیم، همه رو آوردیم یه طرف، مرتب سازی کردیم،
دلتا رو بزرگ کرد مساوی صفر گذاشتین. خب بسیار عالی، مرسی مرسی مرسی، ممنون از جوابتون. سوال بعدی، سوال بعدی میگه اف اینه جی اینه، برده این تابر رو میخواد. خب من اول این تابر رو میسازم دیگه، تقسیم این دوتا بر هم افمون ایکس به علاوه یه قدر مطلق ایکس، جیمون هم قدر مطلق ایکس به علاوه یک به اضافه یکه. ببین به نظر من خیلی تو چشم میزنه که آقا ایکس و دو حالت مثبت و منفی بگیر. حالا ممکنه بگی چرا تو چشم میزنه، میگم الان بهت. ببین اگه ایکس رو مثبت بگیری این مثبت بیرون میاد میشه دو ایکس، ایکس به علاوه یکم مثبته دیگه، تو وقتی ایکس رو مثبت میگیری به علاوه یکش هم مثبته، اینم مثبت بیرون میاد میشه ایکس به علاوه دو. اینجاش خیلی لذت بخشه، وقتی ایکس رو منفی میگیری این با این میره میشه صفر، خیلی خوبه دیگه. اینکه یه بخشی از تاب صفره، این کار ما رو راحت میکنه. حالا تو اینو که میشناسی، این یک تابع هموگرافیکه، مجانب قائمش منهای دوه، مجانب افقیش دوه، اینا رو صدها بار گفتیم. نمودارش صفر بدیم، صفر از مبدا میگذره، اما همه این شکل به درد ما نمیخوره، ما فقط ایکسای بزرگتر مساوی صفرش به دردمون میخوره. به این ترتیب در نهایت نمودارمون یه همچین چیزیه. نگاه کن ببین، یه مجانب افقی دو داره اینا، این دو. خب بعد تابمون از صفر و صفر شروع میشه میره تا دو، این ورم که تابع ثابت صفره اینهاش، بردمون چی میشه؟ میشه از صفر بسته تا دوی باز گزینه دو. تمام؟ ای وای باز یه نفر میگه صدا نیست. آقا صدا هست یا نیست؟ بابا هست به خدا، همه میگن هست. اگه کسی صداش مشکل داره، آقا کسی مشکل دارم حرف منو نمیشنوه که، باید رفرش کنه. خب ببین شیدا خانم یه ریفرش بکن درست میشه، چون اگه مشکل از سمت ما باشه اصلا همه میگن یه دفعه، یعنی اصلا کامنت ها میتره که همه دارن میگن آقا فلان. خب بسیار عالی، عرض به حضورتون که سوال آخر این قسمت از این ساختنی هاست. سینوس دو ایکس بردش چیه؟ بازه صفر و یکه، اینو همه میدونن، خیلی ساده است، بعید میدونم کسی تو این گیر داشته باشه. همه میدونیم سینوس بین یک و منفی یکه، تواندوش هم میشه از صفر تا یک. اینو پنج برابر کن، یه دفعه یه دونه یکم کم کن، میشه بین منهای یک و چهار. بعد ازش جذر بگیر. خب ببین جذر بگیری این ورش میشه کمتر مساوی دو، این ور که تا منفی یک می اومده بخشای منفی که قابل جذر گرفتن نیست، بخشای منفی رو دور بریزی از بخشای غیر منفیش جذر بگیری میشه صفر تا دو. درست شد؟ خب حالا اینو توی منفی ضرب کنیم، منهای رادیکال پنج به توان سینوس پنج سینوس دو ایکس منهای یک بین منهای دو و صفره. من با اجازتون اسم اینو میذارم آ، دوباره مینویسم آ بین منهای دو صفره، در نتیجه دو به توان آ
میشه بین 2 به توان منهای 2 2 به توان 0، یعنی ایگرگ میشه متعلق به بازه 1 چهارم و 1. سوال جمع این عددا رو میخواد که میشه گزینه شماره 4. سوالش هست، اولش دو تا حالت گرفتیم، x رو یه بار مثبت گرفتیم یک بار منفی گرفتیم. وقتی x رو مثبت گرفتیم این دوتا با هم جمع شد، شد 2x، اینم با این جمع شد، شد x به علاوه 2. x رو منفی گرفتیم، این با این رفت، شد تابع ثابت صفر. اینو با هموگرافیک شکلش رو کشیدم و تمام. 61 هم که برد سینوس 2x رو نوشتم 0 تا 1، 5 برابر 0 تا 5، منهای 1 میشه منهای 1 تا 4، جذر میشه 0 تا 2، منفیش کردیم منهای 2 و 0، 2 رو به تمام رسوندیم شد 1 4 و 1. خب نه دیگه، نباید حذف کنی، خودت هم نگین داری میگی جواب داره، پس چرا باید حذف کنی؟ خیلی خوب، بسه دیگه، بریم دیگه بچه دیره. این قسمت اعمال روی تابع است. ما دوتا تابع رو جمع میکنیم، تفریق میکنیم، ضرب میکنیم، تقسیم میکنیم و نهایتا ترکیب میکنیم. حالا ترکیب و فعلا بذار کنار، جمع و تفریق و ضرب و تقسیم که معلومه یعنی چی؟ خب یعنی جمع کن دیگه. منتها توی جمع و تفریق و ضرب و تقسیم یکم فکر کن، دامنه یه تابعی که از جمع به دست میاد اشتراک دامنه هاست. چرا؟ آقا تو داری آ رو با بی جمع میزنی، در چه صورت آ بلاوه بی معنی داره؟ در صورتی که هم آ معنی دار باشه هم بی معنی دار باشه، و این توضیحات من یعنی باید بین دامنه ها اشتراک بگیری. بذار یکم موضوع رو بیشتر براتون باز کنم. اینجا رو نگاه کن لطفا. من اف ایکس رو اینجا دادم رادیکال ایکس، جی ایکس رو دادم ایکس منهای یک، تابع اف، تابع اف بلاوه جی رو میخوام، اف بلاوه جی ایکس، و تابع اف جیوم ایکس رو میخوام. به لحاظ مفهومی اف بلاوه جی یعنی اف ایکس بلاوه جی ایکس، که خب یعنی رادیکال ایکس بلاوه ایکس منهای یک. دامنش هم که خیلی ساده است، اصلا همینجور نگاش هم بکنیم میشه اعداد بزرگتر مساوی صفر. اما اگر اف جیوم رو بخوایم باید اف ایکس رو به جی ایکس تقسیم کنیم. الان اف ایکسمون رادیکال ایکس، جی ایکسمون ایکس منهای یکه، این میشه تابع تقسیم. دامنش چی میشه؟ دامنش میشه اعداد بزرگتر مساوی صفر به جز یک. توی تقسیم، تقسیم دو تابع بین دامنه ها اشتراک که میگیریم هیچ، باید اگر مخرج ریشه داره ریشه مخرجم از دامنمون بندازیم بیرون، مثل اینجا. خب دو تا از تابع هایی که خیلی به درد میخورن تابع های اف پرانتز جی ایکس و همینطور جی پرانتز اف ایکس، اف جی ایکس و جی اف ایکس. این که اینا رو چجوری حساب کنیم فوق‌العاده ساده است. نگاه کن، من الان میخوام اف جی ایکس رو حساب کنم، میگم آقا این اف پرانتز رو سر جاش بذار. من الان به جای جی ایکس چی بنویسم اینجا؟
جی ایکس ایکس منهای یکه، پس من جای جی ایکس می نویسم ایکس منهای یک. خب حالا اف ایکس منهای یک یعنی چی؟ یعنی برو تو تابع اف به عنوان ورودی ایکس منهای یک رو بده. تابع اف چه بلایی سر ورودیاش میاره؟ ورودیاشو جذر میگیره. پس وقتی بهش ایکس منهای یک بدی ازش جذر میگیره، که حالا توی این مثال دامنش هم میشه اعداد بزرگتر مساوی یک. بریم اون یکی جی اف ایکس رو میخوام حساب کنم، میشه جی پرانتز. من الان به جای اف ایکس میتونم رادیکال ایکس بنویسم، بعد به این فکر میکنم که جی چه کاری رو ورودیش انجام میده. تو یه عدد میدی چیکار میکنه؟ منهای یک میکنه. پس وقتی بهش رادیکال ایکس میدی جواب میشه رادیکال ایکس منهای یک، که خیلی هم روشنه دامنه این تابع بازه صفر و بی نهایته. حالا بچه ها ما اف جی ایکس و جی اف ایکس رو براش نماد ریاضی داریم. نماد ریاضی اف جی ایکس اینه که یه اف می نویسیم، یه جی می نویسیم، یه دایره کوچک بین آنها می گذاریم، می خونیم اف او جی ایکس. حالا دایره کوچک گفتم اما او دیگه، درست شد؟ حتی واقعیتش یه عمله. مثلا چطور به علاوه یه نماد دو تا خط اینجوری داره؟ این نماد به علاوه است دیگه، ها؟ یا مثلا نماد ضرب این مدلیه، اینم نماد ترکیبه. یعنی واقعیتش تو ریاضیات ما یه دایره کوچیک اینو تصور میکنیم، ولی توی ادبیات رایج بین کلاس ها و معلم ها اینا میگیم اف او جی. منم میگم اشکال نداره. اینم چیه؟ اینم می نویسیم جی او اف ایکس. پس از این به بعد اگه یه جایی بهت گفتن اف او جی رو پیدا کن، شاخ در نیار. اف او جی یعنی اف جی ایکس. اگه گفتن جی او اف رو پیدا کن، شاخ در نیار، یعنی جی اف ایکس. اما این که آقا دامنش رو، دامنه اف او جی رو چجوری به دامنه های اف او جی ربط بدیم، بماند تا یه ذره جلوتر تو همین امروز یادتون میدم. منتها ترجیح دادم این موضوع رو جدا کنم. ببین شما وقتی که دو تا تابع رو جمع میزنی دامنه ها اشتراک گرفته میشه، منها همینطور، ضرب همینطور، تقسیمم بازم اشتراک گرفته میشه، ولی ایکسایی که مخرج رو صفر میکنه از دامنه میره بیرون. آقا این سطر آخر رو چی نوشتی؟ اینو الان بهتون یاد نمیدم، یه ذره بریم جلوتر اینو مفصل باهاتون کار میکنم. خب اوکی این بچه ها همه، من یه لحظه برم رو تخته. خب با کلاس باشید. حالا یه چیزی ببین، من اگه به شما بگم اف به علاوه جی یک رو به دست بیاری چی کار میکنی؟ میاید میگید آقا اف یک رو حساب کن، جی یک رو حساب کن، جمع کن. فرض کنید اف یک پنجه، جی یک هم هفته، تو پنج رو با هفت جمع میزنی میگی دوازده. حالا اینو زوج مرتبی نگاه کنید. الان توی اف به علاوه جی، الان توی تابع اف
اف یک مساوی پنج یعنی چی؟ یعنی تو تابع اف یه دونه یک و پنج داریم. جی یک مساوی هفت یعنی چی؟ یعنی تو تابع جی یه زوج یک و هفت داریم. توی اف به علاوه جی چی ظاهر شد؟ توی اف به علاوه جی چی ظاهر شد؟ یک دادیم شد دوازده. یک دادیم شد دوازده. چه اتفاقی میفته؟ دو تا از زوجهایی که ایکسای یکسان دارن، ایکسشون همون ایکس میمونه، ایگرگاشون با هم جمع میشه و البته این کار ادامه پیدا میکنه. خب بقیه عملیات هم همینه. الان بگم اف ضرب در جی، تو میای این ایکس یک رو میگیری، ایگرگاشو که پنج و هفته در هم ضرب میکنی و حالا ادامه ماجرا. و هر چیا بچه ها مثلا بیا یه چیز پرت و پلا بنویسم، بگم دو برابر اف به علاوه یک بروی جی به توان دو. خوبه؟ منهای چی بنویسم؟ منهای جی به علاوه یه سه. خوبه؟ این تابر الان من میخوام بنویسم، میام بازم نگاه میکنم، میگم اف و جی چه ایکس مشترکی دارن؟ ایکس یک. ایگرگش چند میشه؟ اینا رو بذارین تو. ایگرگ اف پنجه، دو پنج دا ده و یک یازده. ایگرگ جی هفته، چل و نه منهای هفت میشه چل و دو به علاوه سه میشه چل و پنج. فهمیدین چی شد؟ پس هر عمل عجیب غریبی هم دیدید بین دو تا تابع، منظور از عمل منظورم ترکیبای جمع و تفریق و ضرب و تقسیم و توان و ایناست. خب یه ایکس مشترک بگیرید، عملها رو روی ایگرگ انجام بدید. فقط 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 ترکیب تابه ها و وارون تابه ماجراش متفاوته، کاملا متفاوته. ببین مثلا فرض کن یکی به تو میگه اف او جی یک را حساب کن، تو میگی آقا این یعنی اف جی یک، میری جی یک رو یه گوشه حساب میکنی میبینی سه، خب جاش مینویسی سه. اف سه رو میری یه گوشه حساب میکنی، مثلا دارم میگم، میبینی جوابش دهه، مینویسی ده. خب چی شد بابا جون؟ توی جی زوج یک و سه داریم، توی اف زوج سه و ده داریم، توی اف او جی چی اومده؟ توی اف او جی زوج یک و ده آمده. پس تو ترکیب اف او جی، تو ترکیب اف او جی اول برو سراغ جی، به خاطر اینکه تو ایکس رو اول به جی میدی، برو سراغ جی بگو آقای جی چی داری؟ یه مختصات بد میدیم یک و سه. بعد میای سراغ اف، میگی آقا چی برات آوردم ورودی؟ سه آوردم. سه رو میدی به اف، اف به ده میده، متوجه میشی یک ورودی ده خروجی داره، میشه یک و ده. گرفتین چی شد؟ اگه مخرج تعریف نشده باشه خب تعریف نمیشه دیگه، تموم شد رفت. والا آخه بچه ها ببینین، بچه که میگن من یه لحظه قطع شدم یا دو دقیقه قطع شدم، چون چند مورد داریم که آقا واقعا اگه بخوام این کارو بکنم دوباره بگم، اصلا همه کلاس هایی میشه دوباره بگو، سه باره بگو، با عرض معذرت بعدن ببینید دوباره این تیکه هایی که قطع میشید و کاری نمیتونم بکنم، چون خیلی اون وقت طولانی و خسته کننده میشه. بعد منم هم آروم دارم توضیح میدم، هم هر کدوم سه بار توضیح میدم، دیگه یه بار دیگه هم بگم دیگه فکر کنم همه واقعا دیگه حالشون بد میشه. ببین الان همین رو نگاه کن، اینا یه مثال اینجا گذاشتم که ماجرا رو دوباره توضیح بدم. نگاه کن،
خب همه نگاه کنید، اف رو دادم، جی رو دادم، دو اف به علاوه جی رو میخوام، دو اف به علاوه جی. برو یه دونه ایکس مشترک پیدا کن، یک یک، پس ایکسمون یکه. ایگرگای اف که دوه و جی که سر رو اینجا بذار، جای اف بذار دو، جای جی بذار سه، دو دو تا چهار و سه میشه هفت. خب یکی دیگه، دو و یک رو بگیر با دو و چهار، ایکس و دو بده. خب ایکس و دو بدی، اف بهت یک میده، جی بهت چار میده، اف بهت یک میده، جی بهت چار میده. دو یکی به اضافه یه چار، برعکس نوشتم، برعکس نوشتم، اف بهت چار میده، جی بهت یک میده، دو چارتا به اضافه یک میشه نو. همین کار رو ادامه بده، سه دو برابر اف میشه ده، علاوه چار میشه چارده. دیگه مشترک دیگه ای نداریم، چون اون زوج بعدیش با چاره، اون زوج بعدیش با شیشه، پس تمام. اما اف او جی کلن متفاوته. اول برو سراغ جی، از جی زوج بگیر یک و سه، برو تو اف دنبال ورودی سه بگرد، سه و پنج، ترکیبش چی میشه؟ میشه یک و پنج. یکی دیگه، دو و یک، این ور برو یه چیزی که با یک شروعشه، یک و دو، ترکیبش چی میشه؟ میشه دو و دو. یکی دیگه، سه و چار، اینجا چی داریم؟ چار و شیش، ترکیبش چی میشه؟ سه و شیش. و نهایتاً پنج و یک با کی ترکیب میشه؟ با یک و دو. جواب میشه چی؟ پنج و دو. اه آقا این که دوبار استفاده شد بشه، این که استفاده نشو نشه. من نه شرطی گذاشتم که بشه، نه شرطی گذاشتم که نشه. این هم یه مثال دیگه. بنابراین این موضوع گفتم دو سه بار توضیح میدم، ببینم یه بار دیگه از اول. نه اگر مخرج صفر شد اصلا نمی نویسیمش. قربون شما، خواهش میکنم، خواهش میکنم. خب حالا قبل از اینکه درس رو ادامه بدیم، من میخوام شما چند تا تمرین حل کنید. بفرمایید لطفاً. تمرین شماره الان بهتون میگم. همین دوتا. هفتاد و یک و هفتاد و دو کلنم بهتون سه دقیقه وقت میدم. 71 و 72 سه تا. قربون شما، لطف دارید، ممنونم، مرسی از محبتتون. بله من تمام سعیمو همیشه میکنم که خیلی دقیق توضیح بدم همه چیو. سه دقیقه ها مشغول شین. خب برین. ببین تابع اف منهای شیش جیوم، اف منهای شیش جیوم چی کار کنیم؟ برو یه ایکس مشترک بگیر بین اف و جی، یک و دو، یک و سه. خب به جای اف بذار دو، به جای جی بذار سه، به جای اف بذار دو، به جای جی بذار سه، میشه صفر. حالا می نویسم بعدن ساده شده شد. یکی دیگه بگیریم، بگیریم دو،
دو و یک دو سه دو به جای اف بذار سه به جای جی بذار یک سه منهای شیش یکو یکی دیگه چهار چهار به جای اف بذار پنج به جای جی بذار صفر دیگه مشترک دیگه هم ندارن. ببین همین اتفاقی که بچه ها میگفتن اینجا افتاد. این چون مخرجش صفر میشه میشه تعریف نشده بندازش بیرون. یه دونه یک و صفر میمونه یه دونم دو و منهای سه میمونه تمام. این از این. حالا نوبت جی او افه. خب بریم اون خط خطی های قبلی رو پاک کنیم. ببین بابا جون اول برو سراغ اف، از اف یک و دو بگیر، بیا اینجا دو و یک بگیر، یک و دو، دو و یک ترکیبش میشه یک و یک. برو اینجا دو و سه بگیر، اینجا چیزی با سه شروع نمیشه پس دو سه بیفایده است. سه و چار بگیر، اینجا چار و صفر داریم، ترکیبش میشه سه و صفر. درست شد؟ چار و پنج داریم، اینجا این با پنج شروع میشه پنج و دو، ترکیبش میشه چی؟ میشه چهار و دو. اینم از جی او اف. اینم خدمت شما بچه های عزیز. حله؟ زهرا میگه چی؟ یک و سه مگه تو تابع اف نداریم؟ چرا نگرفتیم؟ یک و سه نداریم، یک و دوه تابع اف. یا اینو داری اشتباه میبینی یا جیو داری اول نگاه میکنی. ما اول باید میرفتیم سراغ اف. بله دیگه اونی که تعریف نشده رو نمی نویسیم. تمام. پیچیدش نکنید لطفا، نه اینجا. این جمله تو فقط پیچیده میکنه کارو. الان نگاه کن، نگاه کن، نگاه کن، نگاه کن. الان این یکی من میخوام اف او جی رو بگم. اف او جی بیا یه عدد بدیم، مثلا بدیم یک، میشه اف او جی یک. جی یک چهاره، خب چهار رو بدیم به اف، اف هر چی بدیم دوتا کم میکنه، میکند دو. بنابراین اف او جی اگر بهش یک بدیم به ما دو میده. یه بار دیگه نگاه کن، تو اف او جی اول میری سراغ جی، بهش یک میدی به تو میده چار، چار رو میدی به اف بهت میده دو، یک و دو. یکی دیگه شو نگاه کن، من مخصوصا خیلی دارم آروم می نویسم که همه یاد بگیرن. خوب الان اف او جی دو، ببین به جی دو بدیم به همون یک برمیگردونه، یعنی جی دو میشه یک. به اف یک بدیم دو واحد کمش میکنه میشه منهای یک. پس اگر به جی دو بدیم به ما یک میده، یک رو بندازیم تو اف میشه منهای یک. آخریش به جی سه بدیم به همون چند میده؟ میده منهای یک. منهای یک رو تو اف بذاریم میشه منهای سه. پس اگر به جی سه بدیم منهای یک میده که اگر تو اف بذاریم میشه منهای سه. تمام. خب اوکی بچه ها، جی او اف هم بنویسن. سارا جان ترکیب مهمه که جی او اف یا اف او جی. جی او اف بعد از اف اول بگیری.
سونیا جان پنج و تنها نوشت نمیفهمم یعنی چی. خب بریم. بسیار عالی. حالا بریم اون یکی. یعنی بریم سراغ جی او اف. جی او اف. جی او اف. خب گوش کن. جی او اف میان به اف اول عدد بدم اینا ای. خیلی عدد میتونم بدم. محدودیتی نداره اف. همینجوری عشقی یه چیزی بدم. فعلا میدم هفت. خب هفت بدم اف هفت میشه پنج. پنجو به جی بدم میبینم ای بابا تعریف نشده. پس انتخاب هفت انتخاب مناسبی نبود. من باید به جای هفت یه چیزی میدادم که وقتی دوتا کمش میکرد جی اونو به عنوان ورودی میپذیرفت. پس من باید یه عددایی بدم که از ایکسای جی دو واحد بیشتره. یعنی اگه این ایکساش یک و دو و سه من دوتا بیشتر چیا باید بدم؟ یک و دو و سه رو دوتا بیشتر بکنم میشه چی؟ میشه سه و چار و پنج. بریم ببین درست میشه یا نه. اف سه میشه یک، بعد یک رو بدی به جی بهت میده چار. اف چهار میشه دو، دو رو به جی بدی بهت میده یک. اف پنج میشه سه، سه رو به جی بدی بهت میده منهای یک. پس جی او اف چیا داره؟ سه و چهار، چهار و یک، پنج و منفی یک. خب امیدوارم همه خوب فهمیده باشن. بچه اوکی همه چی؟ کسی سوالی نداره؟ خب خیلی خب بریم صفحه بعدی. سوال شماره 73 همه همون یه دقیقه نیم هم بستتونه. بسیار عالی، بسیار عالی، دمتون گرم. آفرین، آفرین به همه برای بچه‌هایی که جواب دادن. ببینید چهار و دو عضو اف او جی یعنی چی؟ یعنی اف پرانتز جی پرانتز چهار شده دو. حالا برو اف رو نگاه کن. اف رو اف چه چیزی دوه؟ اف سه برابر دوه. وقتی اینو با این مقایسه میکنیم متوجه میشیم که جی چهار باید سه باشه. حالا برو جی رو نگاه کن. جی چه چیزی مساوی سه؟ جی آ مساوی سه. مقایسه کنیم متوجه میشیم آمون چهاره. حالا تو اون یکی میگه چهار و یک عضو جی او اف. این یعنی چی؟ یعنی جی پرانتز اف چهار باید باشه یک. خب اف رو نگاه کن. اف چهار پنجه. اف چهار
5 پس میشه جی 5 مساوی 1. حالا جی رو نگاه کن، جی ب برابر 1، پس بمون برابر 5، یعنی پاسخ این تست میشه گزینه شماره 3. حل بچهای عزیز یا نه؟ بفرمایید شیدا خانم. سلام استاد، صدای من دارید؟ سلام سلام. بله 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 بفرمایید. استاد الان اینجا مگه ما نباید الان باید 2 میشه جواب اف او جی مون دیگه، 4 رو وارد جی کنیم، بعد عددی که به رسم میاد رو وارد اف کنیم. بله همینی که نوشتم، همین رو داری میگی دوباره. اف جی 4 باید بشه 2. بعد مال من 3 به دست اومد، الان هر کاری میکنم دوباره جواب خودم به دست میاد. الان کجا اینو نمیفهمی؟ اف جی 4 مساوی 2 رو میفهمی؟ بله بله. خب برو تو اف نگاه کن. صورتی که کشیده میفهمم. اف چی 2ه؟ این دست من این رو. اف چی 2ه؟ اف رو برو نگاه کن. اف 3 2ه. اف 3 2ه. یعنی این باید 3 باشه دیگه. اف 3 2. پس این تو باید 3 بله. باشه که افش بشه 2. بله؟ بله. پس متوجه میشیم جی 4 برابر 3. بله بله. حالا برو جی رو نگاه بله نگاه بله من اصلا قصهش رو ندیدم. جی چه چیزی برابر 3؟ جی آ برابر 3. پس آمون برابر 4. حل بابا جون. ممنون مرسی. متوجه شدم. ممنون دست نه. خواهش. خب حالا بچه ها بریم یه مدل دیگه کلن، چون من اینا رو دارم قدم به قدم بهتون توضیح میدم. مدل بعدی مدل محاسباتیه. خب عرض به حضور شما که من اینا رو 3 گروه کردم. ببین از بین F جی و اف او جی این سه تا هر دوتاشو بدن میشه سومی رو به دست آورد. البته میشه که بعد محاسباتش جواب بده. دوباره بگم از بین اف جی و اف او جی هر دوتا رو بدن اگه محاسبات امکانشو بده میشه سومی رو پیدا کرد. اینجا رو نگاه کن، من اینجا اف و جی رو دادم، اف او جی رو میخوام. اینجا اف او جی رو دادم، این بیرونیه رو که اف دادم اون درونیه رو میخوام. اینجا اف او جی رو دادم، درونیه رو دادم، بیرونیه رو میخوام. سه حالت. بریم ببینیم. توی اولی اف او جی ایکس یعنی پرانتز اف پرانتز جی ایکس. من اول به جای جی ایکس مقدارشو میذارم، یعنی 2x منهای 3. بعد میرم به اف نگاه میکنم. بچه ها اف چه بلایی سر ورودیاش میاره؟ تو به اف هر چی بدی اون عدد و 3 برابر به اضافه 1 میکنه. خب الان تو به اف چی دادی؟ به اف چی داری میدی؟ داری 2x منهای 3 میدی. پس اف 2x منهای 3 رو 3 برابر میکنه یه 1 اضافه میکنه، میشه 6x منهای 8. این از اولی. حل عزیزان. خب بریم دومی. توی دومی برو سراغ این. این یعنی اف پرانتز جی ایکس
شده 12 ایکس به علاوه 7. حالا اف چه بلایی سر ورودیش میاره؟ اف چه بلایی سر ورودیش میاره؟ اف ورودیاشو 3 برابر به اضافه 1 میکنه. پس اینجا که تو جی ایکس رو بهش میدی چی کار میکنه؟ جی ایکس رو 3 برابر به اضافه 1 میکنه. اونور تساوی هم که فعلا هر چه که قبلا بوده مینویسم. تمومه دیگه، جی ایکس رو تنها کن، 1 رو ببر اونور، به یه 3 تقسیم کن، جی ایکس میشه 4 ایکس به اضافه 2. اینم حل بچه ها. همه جواب. خب خیلی عمالی، مرسی مرسی مرسی. بعدی، توی بعدی این مفهومش دوباره F پرانتز جی ایکس که شده 8 ایکس منهای 1، به جای جی ایکس بذارم 2 ایکس به علاوه 1. خب از من سوال میگه F رو به دست بیار. ببین وقتی به تو میگن تابع F رو پیدا کن، تو قراره دقیقا چی رو پیدا کنی؟ تابع F را بیابید، قراره چی را بیابیم؟ قاعدتا ضابطش رو میخوایم، یعنی میخوایم بدونیم که F چه بلایی سر ورودیاش میاره. ببین ما سوالمون اینه که آقا F چه بلایی سر ورودیاش میاره. بچه ها اینجا رو نگاه کنید، به نظر شما F چه بلایی سر این آورده که شده این؟ فارسی بنویسید ببینم، به نظر شما F چه بلایی سر این آورده که شده این؟ اینو چیکارش کرده که شده این؟ آها بگید همه، باریکلا باریکلا، اینو 4 برابر کرده. 4 برابرش کنه میشه 8x به علاوه 4، چون بعد بشه منهای 1، پس منهای 5 کرده. 4 برابر منهای 5، این ضابطه تابه. آقا همیشه این کار شدنیه؟ نه راستش، چون ممکنه اینقدر راحت قابل تشخیص نباشه. از اینجا به بعد میتونیم یه روش ساختار یافته بگیم که همیشه جواب میده. عبارت توی پرانتز تو یه متغیر بگیر، مثلا من تی میگیرم، سعی کن عبارت سمت راست رو بر حسب تی بنویسی. مثلا اینجا ایکس میشه تی منهای 1/2، اینجا بذاری میشه 8 تی منهای 1/2 منهای 1. و اگر اینو ساده کنی اف تی مساویه با اینو ساده کن، میشه همون 4 تی منهای 5. اینم خدمت شما. آره اونجا به جای اون دایره میتونی ایکس بذاری، تی بذاری، زد بذاری، اصلا اسم متغیر تابع مهم نیست. خب بچه ها پس نگاه کنی، اگر اف و جی رو میده و اف و جی رو میخواد، بنویس اف جی ایکس، جای جی ایکس مقدارش رو بنویس، بعد این عبارت رو به جای ایکس های اف جایگذاری کن. این مورد اولی هیچ وقت گیر نمی کنه، ممکنه عبارت گنده ایشه ولی اصلا گیر نمی کنه. توی دومی که اف جی ایکس و اف رو داده، خب اف جی ایکس یعنی چی؟ یعنی جی ایکس رو اینجا بذار، پس برو جی ایکس رو تو اف بذار، یه عبارتی بنویس که توش جی ایکس داره و مساوی هر آنچه که داده. حالا سعی کن جی ایکس رو تنها کنی، این مورد ممکنه گیر کنه. قربون شکلت، اگه این به جای یک عبارت خطی، مثلا فرض کن به جای 3 جی ایکس به علاوه 1 بود،
جی ایکس به توان 5 به علاوه یه 3 جی ایکس. تو چجوری میخوای از این رابطه یه درجه 5 جی ایکس رو تنها کنی؟ نمیتونی. پس دومی ممکنه، میتونیم همه این کار رو انجام بدیم، ولی ممکنه لحظه آخر تنها کردن جی ایکس امکان پذیر نباشه. اگرم اف او جی و جی رو میدن، یعنی تویه رو میدن، اول به جای تویه عبارتش رو میذاری، بعد روش کلیش اینه که عبارت تو پرانتز رو تی میگیری و سعی میکنی عبارت بیرون پرانتز رو بر حسب تی به دست بیاری. ایکس بر حسب تی جاگذاری کن، تمام. اینم باز ممکنه گیر کنه. مثلا اینجایی که میخوای ایکس رو تنها کنی ممکنه بسیار کار سختی و حتی بعضی موقعا نشدنی باشه. خب این ایده های کلی. حالا باز قبل از این که من برم ادامه بدم حرفم رو، میخوام شما از اینا چند تا مثال حل کنید. هی تیکه تیکه مثال حل کنیم که قشنگ یاد بگیرید و جا بیفته. بفرمایید. دو تا سوال 74 و 75 رو تو 3 دقیقه آینده حل کنی. هیچی، اون دومی و سومی ممکنه انقدر گیر کنه که اصلا حل نشه. عرض به حضورتون که اولی خیلی اولی محاسباتیه. ببین جی پرانتز اف ایکس مساوی اف پرانتز جی ایکس. من به جای اف ایکس می نویسم دو ایکس منهای یک به ایکس به علاوه دو، به جای جی ایکس هم می نویسم ایکس به علاوه 4. اینجا یعنی اینو به عنوان ورودی بدید به جی. جی بهش هر چی بدی به اضافه 4 میکنه. این ور ایکس به علاوه 4 رو به عنوان ورودی بدیم به اف. اف دو برابر منهای یکش میکنه تقسیم بره به اضافه 2ش. مخرج مشترک بگیر سمت چپ، میشه 6x به علاوه 7 به روی x به علاوه 2 مساوی با 2x به اضافه 7 به روی x به علاوه 6. میدونم که بعضیاتون ببخشید، میدونم که بعضیاتون توی این مرحله میایید عددهای توی گزینه‌ها رو آزمایش میکنید، نوش جونتون میگید آقا دیگه حل و بیخیال شو، گزینه‌ها رو بذاریم ببینیم کدوم صدق میکنه. بعدم نیست انصافا، ولی من دیگه ادامه میدم. طرف این وسط اینه، این میشه 6x2 به اضافه 43x به اضافه 42 مساوی با 2x2 به اضافه 11x به اضافه 14 میشه 4x2 به اضافه 32x به اضافه 28 مساوی 0. همه رو به 4 ساده کنی میشه x2 به اضافه 8x به اضافه 7 مساوی 0. ریشه هامون میشه چی؟ منهای 1 و منهای 7، یعنی گزینه شماره 1. این از این سوال. آره آره مهدی جان، اصلا چه بسا ممکنه تو این عدد گذاری رو به طراح نشون بدی بگه اشکال نداره، منم موافقم که کسی که تا این مرحله رو میتونه انجام بده یعنی سواد ریاضیش اوکیه، بنابراین اگر در این مرحله عدد بذاره شاید خود طراح بگه آقا نوش جونه چه اشکال داره. ولی کلن سمت و سوی کنکور میره به سمت اینکه هی جلوی عدد گذاری رو بگیره. سوال 75 جی اف ایکس رو داده،
من به جای اف ایکس دو ایکس علاوه 3 رو می نویسم اینجا جی پرانتز دو ایکس به علاوه 3 رو داده چی؟ داده 8 ایکس دو به اضافه 22 دو ایکس به اضافه 20. خب چی کار کنم؟ دو ایکس به علاوه 3 رو تی می گیرم، ایکس هم میشه تی منهای 3 دوم. جا گذاری می کنم، جی تی برابر است با 8 تا ایکس دو، اینو به توان دو برسونم میشه تی دو منهای 6 تی به علاوه 9 چارم به اضافه 22 ایکس، یعنی 22 تا تی منهای 3 دوم و نهایتا به اضافه 20. ساده کنم، 8 با 4 میره یه 2 میمونه، میشه دو تی دو منهای 12 تی به اضافه 18. 22 با 2 میره 11 میمونه، میشه به اضافه 11 تی منهای 33، تهش هم یه دونه 20 میمونه. اینا رو ساده کنیم، جی تی میشه دو تی دو، دو تی دو منهای تی به اضافه 5، منهای تی به اضافه 5. بعد ازش میپرسم آقا تو از من چی میخوای نهایتا؟ میگه من عدد اف او جی ایکس رو میخوام، یعنی اف پرانتز جی ایکس رو میخوام عدد. میگیم باشه، جی ایکس هم رو این در بردم، البته اینجا با تی نوشتم اونجا با ایکس مینویسم، میشه اف پرانتز دو ایکس دو منهای ایکس به اضافه 5. اف چه بلایی سر کجایی ورودیاش میاره؟ ورودیاشو دو برابر میکنه و بعد به اضافه 3، که ساده کنیم میشه 4 x 2 منهای 2 x به اضافه 13، یعنی گزینه شماره 3. چطوره؟ 6 x به علاوه 7 تو بالایی سمت چپ مخرج مشترک گرفتم، سمت چپ مخرج مشترک گرفتم. سمت چپ مخرج مشترک گرفتم. جان ببین، قدم به قدم داریم یاد میگیریم دیگه، قدم به قدم داریم یاد میگیریم. همچون با من پیش بیاین، همه چی مو به مو و مثل همیشه بهتون یاد میدم. خب دو تا تمرین بعدی عرض به حضور شما که میخوام دو سه دقیقه بهتون وقت بدم، ولی طبق قرارمون به تایم استراحت رسیدیم. یک روب استراحت کنید، بعد از یک روب این دو تا سوال رو بیاید حل کنید، یعنی یه روب استراحت، 5 دقیقه برای این دو تا، 5 دقیقه که زیاده، 3 دقیقه. بنابراین لطفاً 8 و 40 دقیقه تو کلاس باشید، من اینها رو حل خواهم کرد. خسته نباشید. بله چشم، پی دی اف رو میذارم. بفرمایید. بله سر. بریم این دوتا رو حل کنیم. ببین اف جی ایکس، اف پرانتز به جای جی ایکس میذارم ایکس به علاوه یک ایکس و مساویه. اینو چی کارش کنم؟ اینو نمیخوام همینجوری ولش کنم، اینو جدا میکنم، ایکس چار به ایکس دو به علاوه یک به ایکس دو میشه چی؟ میشه ایکس دو به علاوه یک به ایکس دو. درست شد؟ خب حالا مثل قبلی ها تی رو میگیرم ایکس به علاوه یک ایکسوم، بعد سعی میکنم اینو پیدا کنم. اگر از بین شما کسی سعی کرده ایکس رو تنها کنه کار بدی کرده. چرا؟ به خاطر اینکه تو الان ایکس دو به علاوه یک به ایکس دو رو میخوای. خیلی کار ساده یه چجوری از این به این برسی. اینو به توان دو برسون، این ور هست تی دو، این ور میشه ایکس دو به علاوه یک به ایکس دو به اضافه یه دو برابر ضربشون که میشه دو.
و اگر دو رو بیاری اینور تی دوی منهای دو میشه ایکس دو به علاوه یک به ایکس دو. چی شد بچه ها؟ من داخل پرانتز اف رو اسمشو تی گذاشتم، اینو گذاشتم تی، این چی شد؟ شد تی دوی منهای دو. تمام. اینم اضافه کنم که خیلی خوب آدم دقت کنه که آنچه که تی گرفته نامحدود نیست. ایکس بلاوی یک ایکسومو قبلن بهتون یاد دادم من. ایکس بلاوی یک ایکسومو خودم بهتون گفتم. یا کوچیکتر مساوی منهای دوه یا بزرگتر مساوی دوه. یعنی این رابطه ی اف تی مساوی تی دو منهای دو تو اجازه داری توش دو بذاری، سه بذاری، پنج بذاری، ولی اجازه نداری توش یک بذاری. بعضی این توضیح من رو میگن این یعنی دامنه این تابه است. نه، این دامنه این تابه نیست. این میگه آقا این رابطه به ازای تیای بزرگتر مساوی دو و تیای کوچکتر مساوی منهای دو برقراره. اگه یکی ازت پرسید پس اف یک چنده، نگو وجود نداره، بگو نمیدونیم، بگو صورت مسئله اطلاعاتی راجع به اف یک به ما نداده. خب بچه ها حله؟ بسیار عالی. پس بریم سوال بعدی. اینو قبلا این ماشینا رو براتون توصیف کردم جلسه پیش. x رو میذاریم تو f میشه fx، fx رو میذاریم تو g میشه g fx مساوی 4x علاوه 1. g چه بلایی سر ورودیاش میاره؟ ورودیاش رو دو برابر منهای 1 میکنه. پس میشه دو تا fx منهای 1 مساوی 4x به اضافه 1. 1 رو ببر اونور میشه چی؟ میشه 2fx مساوی 4x به علاوه 2 به 2 تقسیم کن، fx میشه 2x به علاوه 1. اینم خدمت شما. این که آخرش آیا به جای t باید x و اینو بذاریم، مثلا این سواله حالا خوبی یه بار پرسیدید ولی یه بارم برای همیشه حلش کنید. اصولا نام متغیر روی عمل کرده تابه بی اثره. یعنی تو بگی اف ایکس مساوی ایکس دو، یا بگی اف تی مساوی تی دو، یا بگی اف زد مساوی زد دو، الف به توان دو، فرقی نمی کنه، اینا همه یه تابن. پس تغییر نام متغیر اینا اصلا موضوع مهمی نیست بچه های عزیز. خب آخرین سوالی که الان حل می کنیم 78. بعد من یه چیزایی میگم دوباره برمیگردیم. 78 رو حل کنید، همون یه دقیقه و نیم کاملا براش بسه. مشغول شین لطفا. خب بریم. خب بچه ها اف جی ایکس رو من داده بودم تو این سوال. اف جی ایکس رو دادم 2x منهای 1. اف چه بلایی سر ورودیاش میاره؟ اف ورودیاش رو به توان 2 میرسونه به اضافه 4 برابر. پس اف جی ایکس میشه جی ایکس به توان 2 به اضافه 4 برابر جی ایکس مساوی 2x منهای 1. حالا ممکنه اولش بگی آها این چرا اینجوری شد، من الان چجوری باید جی ایکس رو تنها کنم؟ ببینید، تا
توی عبارت‌های درجه دو که می‌خواید تنها کنید خیلی مربع کامل شیوه خوب و ساده‌ایه، حتی فکر کنم جذاب‌تر از فرمول دلتا و ایناست. یعنی اینجا بیایید فکر کنی که این جی دو و چهار جی با یه علاوه چهار مربع کامل میشن، پس بیایم به طرفین یه چهار اضافه کنیم. سمت چپ تساوی میشه جی ایکس به اضافه دو به توان دو، سمت راست میشه دو ایکس به علاوه سه. جذر میگیریم قدر مطلق جی ایکس به علاوه دو میشه رادیکال دو ایکس به علاوه سه. خب من گفتم جی تابع همواره مثبته، پس یه به علاوه دو هم بکنی بازم مثبته. بنابراین جی ایکس به علاوه دو میشه رادیکال دو ایکس به علاوه سه، پس جی ایکس میشه رادیکال دو ایکس به علاوه سه منهای دو. بازم اگر آدم خیلی دقیقی هستی از نظر ریاضی، در واقع وظیفت اینه که شرط جی ایکس مثبت رو اعمال کنی. یعنی باید بگی آقا مگه نگفته جی ایکس بزرگتر از صفر، پس باید رادیکال دو ایکس به علاوه سه منهای دو بزرگتر از صفر باشه. ها دو رو ببر اونور، رادیکال دو ایکس به علاوه سه بزرگتر از دو به توان دو برسون، دو ایکس به علاوه سه بزرگتر از چهار، دو ایکس به علاوه سه بزرگتر از چهار، ایکسمون میشه بزرگتر از یک دوم. یعنی تو اینجا موظفی جلوی این یه ایکس بزرگتر از یه دوم بنویسی که کسی که اینو میبینه به خودش اجازه نده جای ایکس عدد کمتر از یه دوم بذاره. این تو فقط میتونه ایکسای بیشتر از یه دوم بذاره. ولی حالا تستی به موضوع نگاه کنیم، این که سراغ این بریم یا نه بستگی داره از همون بخوان یا نخوان. ممکنه یه جایی ببینی شرط داره گزینه ها، یه جایی هم ببینی نداره. خب سوالی نیست بچه‌های عزیز؟ بسیار عالی. ببین من الان تو دستبندی‌ها و حرفایی که زدم گفتم که این مدل مسئله ها سه جوره، یادتونه؟ گفتم این مسئله ها سه جوره، یه سریشون اف و جی رو میده، اف و جی رو میخواد، یه سریشون اف رو میده، اف و جی رو میده، جی رو میخواد، یه سریشون جی رو میده، اف و جی رو میده، اف رو میخواد. دوباره میخوام تکرار کنم، نگاه کن، نگاه کن، ببین اف جی رو دادم، اف او جی رو میخوام، اف او جی رو دادم، جی رو میخوام، اف او جی، جی رو دادم، اف رو میخوام. ممکنه بگی آقا این همه الان مثال حل کردی، سه تا مثال خودم حل کردم، چهار تا به شما دادم، چرا دوباره تکرار میکنی؟ دلیلش اینه این دفعه نگفتم اف او جی ایکس، اف او جی یه عدد، نگفتم جی ایکس، گفتم جی یه عدد، نگفتم اف ایکس، گفتم اف یه عدد را بیابید. خب باز ممکنه بگی آقا چه فرقی میکنه؟ خب مثلا تو جی یک رو میخوای، من اول جی ایکس رو پیدا میکنم بعد جای ایکس یک میذارم. انصافا من وقتی توی این سوال اف او جی منهای پنجو میخوام، واقعا کار به صرفه ایه که من اول بیام اف جی ایکس رو پیدا کنم؟ واقعا این کار به نظر خودتون کار عاقلانه ایه؟ یعنی بیام این یارو رو بردارم جای این ایکسا بذارم؟ چرا باید این کار رو بکنم؟ معلومه نمی کنم.
میام اول میگم آقا جی منای 5 رو حساب کن، بفرما حساب کن. جی منای 5 میشه منهای 5 به اضافه رادیکال 4 میشه منهای 3. یعنی تو قدم اول متوجه میشم جی منهای 5 منهای 3. خب حالا اف منهای 3 رو میخوای حساب کنی، برو تو اف جای ایکس منهای 3 بذار. فکر میکنم انگیزم از این 3 تا سوال بعدی فهمیدید. همون 3 تا تفکره ولی این دفعه عددیه. ببین اف جی ایکس رو داده ایکس دو علاوه ایکس، اف ایکس رو داده جی یک رو میخواد، جی یک رو میخواد. اف پرانتز جی ایکس برابر ایکس دو علاوه ایکسه. یکم نگاش میکنم میگم این از من جی یک رو میخواد، پس من علاقه مندم توی پرانتز جی عدد یک رو ببینم. چیکار کنم؟ کاری نداره، میام جای ایکس میذارم یک. چی میشه؟ میشه اف پرانتز جی یک مساوی با یک علاوه یک میشه دو. حالا اف چه بلایی سر ورودیاش میاره؟ اف ورودیاشو 3 برابر به اضافه 2 تقسیم بر به اضافه 1 میکنه. ببین چقدر کار کردن با عبارتهای عددی آسونتر از عبارتهای تابعیه که بر حسب ایکسه، واقعا آسونتره. یه طرف این وسطه این ساده میشه 3 تا جی 1 به اضافه 2 مساوی 2 تا جی 1 به اضافه 2. دعا رو با هم بزنیم، جی یک میشه صفر. تمام؟ خب سومیش هم ببین، اف جی ایکس رو بهت دادم، اف پرانتز جی ایکس رو بهت دادم دو ایکس دو به علاوه یک به ایکس منهای یک. اینو سوال به تو داده، بعد جی ایکس هم داده، پس میای این جی ایکس رو جاش میذاری، رادیکال ایکس به اضافه یک به روی رادیکال ایکس به اضافه چار. یاد اون مسئله میفته، میگی خب آقا این که اون تو رو تی بگیریم دیگه، اون ور رو پیدا کنیم. بله اگه ضابطه ی اف رو میخوای باید اون تو رو تی بگیری، ولی واقعا تو مگه ضابطه ی اف رو میخوای؟ تو اف یک سوم رو میخوای، قربونت نکن این کارو. مگه تو اف یه سوم رو نمیخوای؟ خب یه ایکسی بذار، یه ایکسی بذار که اینو بکنه یه سوم. بریم پیداش کنیم این ایکسو. میشه 3 رادیکال ایکس به اضافه 3 مساوی رادیکال ایکس به اضافه 4. 2 رادیکال ایکس مساوی 1، ایکس میشه 1 چهارم. متوجه میشین که اگر بیایم در این تساوی جای ایکسمون 1 چهارم قرار بدیم، عبارت داخل اف میشه 1 سوم و ما به خواستمون میرسیم. یه چهارمی که اینجا میذاری اون ورم باید بذاری دیگه، دو تا یک چهارم به توان دو میشه یک هشتم، یک چهارم منهای یک، این نه هشتمه، اینم منهای سه چهارمه که برعکس مینویسم، ضرب در منهای چهار سوم. اینا رو ساده کنیم، اف یک سوم میشود منفیه سه دوم. اینم خدمت شما، دقیقا همون مثالا رو مجدد حل کردیم. خب اولا تابه های متفاوت که مدل محاسبات رو تغییر میده، دوما همه رو عددی حل کردیم. یعنی خداییش اینقدر دارم تمیز
مرتب و دستبندی شده و دقیق بهتون میگم، حالشو ببرید قربون شما. ممنونم. خب اینم ببین، اینم خوب سوالیه. اینم خوب سوالیه. بریم. ممنونم. مرسی مرسی مرسی. اگر F و G اینا باشن، صفرهای تابع F و G را بیابید. اولا صفر تابع همون ریشه های تابع است. بعضی ها بهش میگن صفر تابع، بعضی ها میگن خب آقا این که کاری نداره که، بیا بنویس F پرانتز G X مساوی صفر و حلش کن. خب چجوری حلش کنم؟ میگه آقا جاگذاری کن G X رو بذار تو F. نه اصلا این کار رو نمی کنم. اصلا حرفشو نزن. من میام اینو به طور موقت اسمشو آ میذارم. آقا من جی ایکس رو یه دقیقه اسمشو میذارم آ، یعنی میشه اف آ مساوی صفر. پس من باید برم اف رو برابر صفر بذارم. اف آ چیه؟ آسه منهای آ. از آ فاکتور بگیر میشه آ دوی منهای یک. از این آ میشه صفر، از این آ میشه مثبت منفی یک. پس سه تا مقدار برای آ به دست میاد و این سه تا مقدار آ باید مساوی جی ایکس قرار بده دیگه، صفر و یک و منفی یک. پس میام جی ایکس همو که ایکس دو منهای دو ایکسه، یه بار صفر میذارم، یه بار یک میذارم، یه بارم منفی یک میذارم. از بالایی ایکس هم میشه صفر و دو، از این وسطی ایکس میشه یک به علاوه منهای رادیکال دو با فرمول دلتا پریم. این هم ریشه مضاعف داره میشه یک. پنج تا ریشه داریم. قربونتون بشم، خیلی محبت دارید. مرسی. ممنونم. ببین نیوشا جان، من میخواستم جی یک ظاهر بشه، یعنی میخواستم یه جوری جی یک درست کنم. این دوستتون میپرسه که، میگه سوالش جالبه، میگه این اف او جیه، ما جی یکو میخوایم، ولی تو اومدی تو اف او جی جای ایکس یک گذاشتی. من میفهمم سوالتو، سوالت منطقیه، ولی یه ذره فکر کن. من میگم تو مگه جی یک نمیخوای؟ من برم یه گوشه کناری فعلا این جی یک رو درست کنم تا بعد ببینم چی کارش کنم. جی ایکس که نداشتم اینجا، گفتم باشه تو کل این ایکس رو یک میذارم، فعلا میشه اف جی یک مساوی دو. هنوز جی یک رو نتونستم پیدا کنم، ولی بعد جی یک رو گذاشتم تو اف و به دست اومد. خب مرسی از اینکه سوال میپرسید و سوال خوبی هم، عموما کلا کلاس خوبی هستی. بریم نوبت شما بشه یا نه حالشو ندارید؟ بودو بگو ببینم. قربون شما، لطف دارید. مرسی 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 مرسی. بریم بریم بریم، دمتون گرم. بریم 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 بریم. دامنش مونده دیگه، آخرین کارش دامنه برده که بذار از این یه چند تا تمرین حل کنیم. میخورده باز آقا اینا آسونه. ببین چهار تاست، گوش میکنی؟ چهار تاست، چهار تا یک دقیقه، چهار دقیقه. حالا چون شما این پنج دقیقه عددیه، سخت نیست، دلم میخواد سریع. قربانت بشم. مرسی، متشکرم، ممنونم. پارسا جان اینو پیام بده به ادمین، ادمین راهنماییتون میکنه. چون الان من نمیتونم راجع به مسائل غیر درسی صحبت کنیم، مثلا کلاس به باد میره. همینجوری هم هی حالا عقب نیستیم ولی واقعا جلو هم نیستیم دیگه، جامون خوبه دیگه، نمیخوایم به هم بزنیم.
خب بچه عزیز ببخشید صدا قطع شده بود و دیدم حتما چشم 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 حتما عرض به حضور شما که اولی اف اف 3 4 رو میخواست اف اف 3 4 3 4 رو تو اف گذاشتم ببین قشنگ قشنگ با حوصله‌ام جایگذاری کردم 3 4 رو توانتون میشه 9 16 هم به علاوه 1 بعد به علاوه 3 4 منهای 1 رادیکال 9 16 هم به علاوه 1 شد رادیکال 25 16 هم شد 5 4 اینم شد منهای 4 شد 1 جواب این شد 1 بعد اف یک رو میخواییم که خب اونجا ایکس و یک گذاشتم شد رادیکال دو به علاوه صفر توی این یکی ببین خانوم ملیکا خانوم گوش کن این هموناست یعنی تکراریه ببین سوال میگه اف پرانتز جی ایکس اف پرانتز جی ایکس ایکس به ایکس منایسه من جای پرانتز جی ایکس چی گذاشتم؟ گذاشتم دو ایکس منهای یک این که دیگه کاری نکردم که بعد میگم تو اف سه رو میخوای پس باید یه کاری کنی عبارت توی پرانتز سه بشه ایکسمون میشه دو پس بیا اینجا جای ایکس دو بذار این میشه اف سه اونم میشه دو منفی یکم میشه منهای دو یعنی گزینه دو حله خب اینو ببین اینو ببین اف ایکسه بلاوه ایکسه یعنی در واقع یه اف جی ایکسه دوباره منتها دیگه ایکسه بلاوه ایکس نوشته دیگه بهتر اینو داده اف اف دو رو میخواد خب ببین نگاه کن من توی این رابطه به نظر شما ای وای اشتباه نوشتم ببخشید اشتباه نوشتم صورت رابطه‌مو توی این رابطه به نظر شما من به جای ایکس چه عددی رو جایگذاری کنم که داخل پرانتز بشه اف دو ببین خیلی معلومه خداییش جای ایکس یک بذار چون جای ایکس یک بذاری این میشه اف دو اون برم یک بذاری یه چیزی میشه دو بلاوه سه بلاوه پنج میشه ده پس آنچه که از من خواسته اف اف دو میگم فعلا این شد ده بعد اف ده رو میخوام من چجوری از اینجا اف ده رو پیدا کنم باید یه ایکسی بذارم این تو که این ایکس باعث که اون داخل پرانتز بشه ده و به نظر من قابل حدس بود که این ایکس مناسب دوه جای ایکس دو بذار میشه اف ده اون ور میشه هشت و شیش و پنج میشه نوزده پس جواب نهایی مسئله ما 19 اینم تمام یا نه بسیار بریم جلوتر خب 88 رو قرار بود حل کنیم من حل میکنم ولی بعد دیگه برای 82 ببخش 82 83 84 هم که بهتون وقت میدم اف اینو داده این ببین من دیدم تو کلاس بعضی موقع دانش آموزا میان میگن خب اینو میگیریم رادیکال دو میگن ببین داری عجله میکنی داری عجله میکنی چقدر این عبارت شبیه همینه خیلی حیف آدم اینو نبینه که عبارت سمت راست این تساوی یک اتحاد مربع کامله رادیکال ایکس به علاوه یک به توان دوه که یه دونه یک کم داره بشی به علاوه یک میذاری ببین ایکس
علاوه دو رادیکال ایکس علاوه دوه. خب تو رادیکال ایکس علاوه یک رو به توان دو برسونی میشه ایکس علاوه دو رادیکال ایکس به اضافه یک. یه دونه یک بیشتر داره میشه دو. بعد اینو تی میگیریم، اینو تی میگیریم میشه چی؟ میشه اف پرانتز تی مساوی تی دو به علاوه یک. و با توجه به اینکه اف رادیکال دو رو میخواد جای تی رادیکال دو میذاریم، اف رادیکال دو دو به علاوه یک میشه سه. عزیزان تمام یا نه؟ خب دو تا سوال بعدی رو حل کنید، دو تا یک دقیقه و نیم بهتون وقت میدم، یعنی سه دقیقه زمان دارید. ممنون، بریم. خب اف یک رو میخواییم، پس باید یه ایکسی انتخاب کنیم که این تو یک بشه. یه نگاه میندازم میبینم چیزی به نظرم نمیاد که با نگاه بگم، مثلا اون بالایی ها نیست که همینجوری اون ایکس به علاوه ایکس بود. اینا یه ذره اینها یادته؟ مثلا گفتم ایکس رو چی بذارم اون تو ده بشه، همینجوری با نگاه گفتم دو. خب نمیتونم بگم محاسبه میکنم، چه اشکال داره؟ همه رو که نباید با نگاه گفت. من یه ایکسی میخوام که عبارت داخل پرانتز بشه یک. ایکس رو میبرم اون ور، رادیکال دو ایکس منهای یک میشه یک منهای ایکس. با شرط یک منهای ایکس بزرگتر مساوی صفر به توان دو میرسونم. بعد همه رو میارم یک طرف، از اینجا ایکس هم میشه دو به علاوه منهای رادیکال چهار منهای دو میشه دو. ولی شرط گذاشته بودم، شرط گذاشته بودم که ایکس هم باید کوچیکتر مساوی یک بشه. اینجا رو نگاه کن، پس دوی منهای رادیکال دو رو قبول میکنم. بنابراین میام اعلام میکنم که آقا من دلم میخواد اینجا جای ایکس بذارم دوی منهای رادیکال دو. خب این تو پرانتز که یک میشه، چون خودمون یه کاری کردیم اون تو یک بشه. سمت راستم میشه دو منهای رادیکال دو به توان دو منهای شیش. اینو باز کنیم میشه چار به علاوه دو منهای چار رادیکال دو منهای شیش. جمع چار و دو با شیش میره، اف یک میشه منفی چهار رادیکال دو. اینم خدمت شما. این سوال بعدی کجایی؟ میگه اگر توابع اف و جی به عنوان ماشین به صورت این تعریف بشن، یعنی جی پرانتز اف ایکس مساوی دو ایکس، جی ایکس هم داده اف پنجم خواد. ملیکا خانم که اونو سوال میپرسیدی، ببین این دوباره تکرار اونه. من اف پنج رو میخوام برای ظاهر شدن اف پنج. بابا اف پنج رو من باید یه جایی درستش کنم دیگه. اینجا میام جای ایکس میذارم پنج، این میشه جی پرانتز اف پنج. اون برم دو پنج تا میشه ده تا. حالا جی اف پنج یعنی چی؟ جی ایکس ایکس بلا به چاره، پس جی اف پنج میشه چی؟ میشه سه تا اف پنج به اضافه چهار مساوی ده. و از اینجا اف پنج به راحتی تنها میشه، میشه عدد دو. همشون مثل همه، یعنی من چون این مبحث خیلی مهمه امروز از هر مدلش فکر کنم با همدیگه یه سه چهار تایی حل کردیم. آقای امیر مهدی قربون شکلت دقت کن، سوال تو این تساوی از من اف یک رو میخواد، اف یک رو میخواد، اف یک رو میخواد. من باید یه ایکسی بذارم که این تو یک بشه. رفتم از خودم سوال پرسیدم
چه بکنم این تو بشه یک؟ جوابش شد اینه که جای ایکس بذار دو منهای رادیکال دو. تو ایکس و دو منهای رادیکال دو در این تساوی بذاری، این که نمیشه دو منهای رادیکال دو، این میشه یک. این میشه یک، میشه اف یک. اون ور جای ایکس دو منهای رادیکال دو میذاری و ساده میکنی دیگه. امیدوارم تونسته باشم بهت درست تو بگم. آها اوکی، حله. نگین جان ببین اینو بد داری میفهمی. ایکس رو اول میذاریم تو اف، یعنی میشه اف ایکس. جوابشو میذاریم تو جی، میشه جی اف ایکس. تو داری به اشتباه اف جی ایکس میبینی. دقت کن، این جی اف ایکسه، تو داری برعکس میبینی. به خاطر همینه که داری اشتباه میکنی. خب بریم این دوتا سوال هم حل کنید. این ستا رو حالا جا هم نمیشه توی صفحه، به زور جا دادم. یه 5 دقیقه وقت دارید برای این ستا، برو ببینیم. قربون شما، ممنونم، مرسی. 5 دقیقه بیشتر نه، چون دیگه یه کار دیگه مونده، اونم باید انجام بدیم که دیگه امشب تموش این قسمت. والا چشم به خدا، حتما میگم. خب بریم ریشه های معادله جی پرانتز اف ایکس مساوی صفر رو میخواد. اینو موقتا آ بگیر، میشه جی آ مساوی صفر. خب جی آ چیه؟ آ بنهای یک به آ به علاوه یک مساوی صفر. تو وقتی یک کسر رو صفر میذاری، صورتش رو صفر میذاری دیگه. پس میشه آ منهای یک مساوی صفر، یعنی آ میشه یک. پس تو مرحله بعدی من باید اف ایکسمو که مساوی آ گرفتم مساوی یک بذارم. اف ایکسم چیه؟ ایکس به علاوه 3 به روی 2 ایکس به علاوه 1، اینو مساوی 1 میذارم. یه طرف این وسطین ساده میکنم و از اینجا ایکس به راحتی میشه 2. سوال بعد که سوال کنکورم هست، خیلی باحاله. چی میگه؟ میگه تابع جی مفروض است نمودار اف محور ایکس ها را در دو نقطه به طولهای 6 و منهای 1/4 قطع میکند. نمودار اف او جی محور ایکس ها را با کدام طول قطع میکند؟ خب چی کار باید بکنی؟ باید بیای اف پرانتز جی ایکس رو صفر بذاری. دوباره میگه آقا من اینو موقتا آ میگیرم، یعنی اف آ مساوی صفر. بعد میگه آقا این که اف رو به من نداده، من چجوری اینو حل کنم؟ اتفاقا خدا خیرش بده که نداده، کار بهتر برات کرده. داره بهت میگه اگر تو اف رو مساوی صفر بذاری جواباش چیه؟ 6 و -1/4. این که بهتره، که بهتر از اینه که بهت معادله بده خودت صفر بذاری. داره میگه آقا نگران نباش، تو اگر اف و صفر بذاری جوابا 6 و -1/4. تو هم خوشحال و خندان میای میگی چه خوب، پس من باید جی ایکس رو یه بار 6 بذارم یه بار منهای 1/4. یعنی ایکس منهای رادیکال ایکس رو یه بار 6 بذارم یک بار منهای 1/4. مبادا بیای اینو نمیدونم به توان برسونی تی بگیری، نکن این کارا رو ها. یه نگاه به گزینه ها بنداز، قشنگ کمکت میکنه. تو گزینه ها 4 داری، 9 داری، 1/4 داری، 1/9 داری. خداییش این تابلو ایکس میشه 9 اینجا. خب اینم خیلی معلومه باید کسری باشه. خب 1/4 بوده دیگه، تموم شد و رفت. جواب ها میشه 9 و 1/4، یعنی گزینه شماره 2.
و عرض به حضور شما که آخرین سوال این قسمت، نگاش کن، یه رابطه داده جی اف سه رو میخواد. قشنگ گوش کن، سوال جی پرانتز اف سه رو میخواد. خب اول مگه نباید بری سراغ اف سه برای اینکه اینجا اف سه درست کنی؟ کافیه جای ایکس بذاری یک. چرا؟ چون سمت چپ میشه اف سه، سمت راستم حالا هر چی شد یک به علاوه یک میشه دو. پس تو اولین اقدام میفهمم این دوه، جواب میشه جی دو. خب جی دو رو چجوری به دست بیارم؟ باید یه ایکسی پیدا کنم که وقتی میذارم یک ایکس به علاوه یکم دو بشه. ممکنه دیگه این بگه آقا اون به اون راحتی قبلی به ذهنم نمیاد، ولی اشکال نداره، معکوس کن دو طرف و میشه ایکس به علاوه یک مساوی یه دوم. میفهمی ایکس مناسب برای این کار منهای یه دومه. بعد که منهای یه دوم این تو جای گذاری میکنی میشه جی پرانتز، این تو دو گرفته بودی، اینجا هم ایکس و منهای یه دوم بذاری میشه دو منهای یه دوم به روی سه منهای یه دوم، این میشه سه دوم به روی پنج دوم میشه سه پنجم. پس جواب جی دو شد سه پنجم، جواب آخر مسئلمون. سوالی نیست؟ خیلی عالی، خیلی دیگه واقعا دیگه فکر کنم دیگه باید خوب خوب جا افتاده باشه، چون واقعا تو تنوع زیادی مسئله حل کردیم. کار آخر امشبمون و در واقع کار آخر این درس، چون این درس هم دیگه قشنگ خیلی خوب و تمیز و کامل تموم شد، دامنه برد اف او جیه. دامنه جی او اف، برد جی او اف یا حالا اف او جی فرقی نمی کنه. ببین نگاه کن، اف رو داده، جی رو داده، دامنه جی او اف رو میخواد. من انقدر دیدم ملت فرمولا اینا درست میکنن، مثلا اینو نگاه میکنن بعد میگن یا خدا این چه فرمولیه، آقا این اصلا بدیهیه، یه دقیقه ولش کن نگاه نکن اینو، بیا خط میزنم برات، نترس از این. دامنه جی او اف رو میخواد، بیا واسه خودت بنویس جی پرانتز اف ایکس. خب تو اول x رو کجا میذاری این تو؟ اینجا اول x رو تو f میذاری دیگه، ها؟ x رو اول میذاری تو f، پس x باید توی دامنه f باشه. بعد که x رو دادی به f، جواب f x رو، حاصل f x رو میخوای بدی به j. خیلی خب، پس باید f x توی دامنه j باشه، یعنی ژ باید اف ایکس رو به عنوان ورودی قبول کنه. تمام. حالا میای چی میگی؟ میگی آقا دامنه اف که آسونه، دامنه اف رو بخوام باید ایکس منهای یک رو بزرگتر مساوی صفر بذارم، میشه ایکس بزرگتر مساوی یک. دامنه جی هم آسونه، دامنه جی 6 منهای x رو بزرگتر مساوی 0 میذارم میشه x کوچکتر مساوی 6. میای دامنه جی رو مینویسی x کوچکتر مساوی 6. اینجاست که باید یه چیزی رو دقت کنی، دامنه جی رو بنویس، دستت هم درد نکنه نوشتی x کوچکتر مساوی 6، ولی قرار f x تو دامنه جی باشه. یعنی بعد از اینکه دامنه جی رو نوشتی، برو این ایکسش رو خط بزن، بکنش چی؟ بکنش اف ایکس. ببین تو میخوای اف ایکس تو دامنه جی باشه، تو رو خدا این یه تیکر رو دقت کنی تمومه. دامنه اف اولش به دست میاری، دامنه اون تویه رو مینویسی، دامنه بیرونیان هم به دست میاری مینویسی، فقط
دامنه بیرونیه رو نوشتی ایکس شو باید بکنی اف ایکس. و این حالا یه ذره محاسبه داره. اف ایکس چیه؟ رادیکال ایکس منهای یک به اضافه دو کوچیکتر مساوی 6. حل کردن این برای شما اینو آب خوردنه. دو رو ببر سمت راست، شرط زیر رادیکال مثبت هم که قبلا نوشتیم، راحت به توان دو برسون، یک رو بیار سمت راست، میشه x کوچکتر مساوی 17، اشتراک بگیریم دامنه GOF میشه بازه بسته 1 تا 17. حله بچه ها؟ خیلی خوب، بسیار عالی. بریم سراغ بردش. بردش هم آسونه، چیزی نداره. ممکنه محاسباتش یه جایی هم اذیت کنه ها، ولی واقعا مفهومش خیلی ساده است. آقا برد جی او اف یعنی میخواییم ببینیم چه عددهایی تولید میکنه. خب تو اول ایکس رو میذاری تو اف. مگه اول ایکس رو نمیذاری تو اف؟ خب بریم ببینیم اف به ما چی میده. میریم سراغ اف. قدم یک، تعیین برد اف. یه نگاهی به اف میندازیم میبینیم به به خیلی خوب میشناسیمش. رادیکالش 0 به بالاست، به علاوه 2 میشه 2 به بالا. برد اف میشه 2 به بالا. یعنی من وقتی شروع میکنم به ایکس عدد دادن و اول ایکسامو به اف میدم، اف به من چی میده؟ اف به من اعداد بزرگتر مساوی 2 رو میده، درسته؟ خب بعد من جوابای اف رو تو جی میذارم، بنابراین میام سراغ جی. قدم 2، میام سراغ جی، اصلا جی رو مینویسم قشنگ خوشگل، درست شد؟ فقط جلوی جی اینو می نویسم که آقا به جی چه عددایی رو قراره بدیم؟ به جی چه عددایی رو قراره بدیم؟ عددایی که از اف گرفتیم رو قراره بدیم. پس بیام اینجا می نویسم ایکس بزرگتر مساوی 2. برد تویه رو به دست بیار، به عنوان یه شرط جلوی بیرونیه بنویس. و قدم سوم، برد رو تعیین کن. قدم سه، جواب نهایی. این هم حداقل در مورد این مثال آسونه. حالا ما برد تعیین کردن مفصل با هم صحبت کردیم، مثال خیلی آسونیه. نگاه کن ایکس رو، بذار من اینو پاک کنم، رفتم تو اون نوشته ها، بعدن میخواییم بخونین اذیت میشین. ایکس رو 6 بدیم 1 میشه، نمودارش هم چپکیه نمودار جی. بعدا ما با چی کار داریم؟ ما با بخش ایکس های بزرگتر مساوی 2ش کار داریم. 2 هم بهش بدی میده 3. 2 به بعدش میشه چی؟ 2 به بعدش میشه اینجا. پس برد تابمون میشه از 1 تا 3، بردمون میشه بازه بسته 1 تا 3. این همون برد جی او اف مونه. یه بار دیگه توضیح میدم هر دوشو. ببینید بچه ها، عزیزان من، آسونه. اگه دامنه جی او اف میخوای، ایکس رو اول باید بذاری تو اف. پس اولین شرط اینه که ایکس عضو دی اف باشه. بعد اف ایکس رو میذاری تو جی. شرط دوم اینه که اف ایکس باید تو دامنه جی باشه. خب دامنه اف رو بنویس، میشه ایکس بزرگتر مساوی 1. دامنه جی هم بنویس، میشه ایکس کوچکتر مساوی 6. فقط دامنه جی رو که مینویسی، مثلا مینویسی ایکس کوچکتر مساوی 6، سریعا ایکسش رو پاک کن، جا ایکس بذاره اف ایکس. مثلا این آب خوردن حل میشه. حالا میگم این آب خوردن، مفهومن میگم بله، میدونم بعضی جا محاسباتش پدر آدم هم ممکنه در بیاره،
مفهومش ناب خوردنه. خب حالا توی بردش، برد اف رو تعیین کن، برد اون تویه. یعنی ببینیم آقا ما اگه هی به ایکس عدد بدیم اون تویه چی بهمون میده. من رفتم برد اف رو تعیین کردم، با یه برد رادیکالی بود، شد دو به بعد. یعنی فهمیدم من وقتی تو اف عدد گذاری میکنم اف چی به من میده؟ اعداد بزرگتر مساوی دو رو به من میده. خب بعد من اعدادی که از اف گرفتم رو چی کار باید بکنم؟ خب میدم به جی دیگه، میام سراغ جی، میگم جی عزیز، عددهایی که به تو میدم آن چیزهایی است که از اف گرفتم، یعنی اعداد بزرگتر مساوی دو. بعدم دیگه این جی ایکس رو با این شرطی که جلوش نوشتیم بردش رو تعیین میکنیم. مثلا اینجا من رفتم سراغ نمودار، چون نمودار فوق‌العاده ساده ای داره. خب دو دور توضیح دادم دیگه، حله؟ بسیار عالی، ما درسمون تموم شد. بچه‌های عزیز شما اولا این دوتا تمرینی که باقی موند و لطفاً حل کنید، منم جلسه بعد اینو تو کلاس حل میکنم، بدم نیست دیگه. بالاخره بعضی موقع این تمرین ها یه بهانه‌ای میشه که آدم یه مطلبی رو یاداوری کنه. 88 و 89 من درس رو از همینجا شروع میکنم، از تمرینات دوره‌ای آخر همین جزوه و از کتاب پرگار مبحث اعمال روی توابع و دامنه و برد اف او جی رو حل کنید. خیلی سرراست و مشخصه، برید تو تمرینات دوره‌ای تمرینا رو ادامه بدید، قشنگ مشخصه دیگه تا آخر این اعمال روی توابع که بعدش میشه تبدیل نمودارا. تو کتاب پرگارم که عنوان داره اعمال روی توابع و دامنه و برد ترکیب توابع. از همتون سپاسگزارم، خسته نباشید و ایشالله هفته آینده همین روز و همین ساعت شما رو میبینم. به خدای بزرگ میسپارمتون، شبتون بخیر.